أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل بنعمة ربك فحدث وأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على وصحبه الأخيار. هر صبح پلک‌های ما فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اولش همیشه این است: خدا همیشه با ماست. پس بخوانیم با لبخند: بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و جهان. سلام دوستان، سلام، خوب هستین؟ جانتان جور است، صحتتان خوب است؟ انشالله که جور است، صحتمند و خوشحال باشین. صبحتان بخیر، صبح زیباییتون بخیر و انشالله که این روز تاییدن به بسیار خوبی خوشی آغاز کرده باشین و سپری کرده باشین و انشالله که بنینده برنامه خودتان باشین. خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان. دوستی نزنین، انشالله که طاعت و عبادت همگیش ما قبول درگاه خداوند باشه و انشالله که خداوند در این ماه بزرگ، این ماه مبارک رمضان، همگی ما را به توبه های ما را پذیرفته باشه، گناه های ما را بخشیده باشه و ما را از جمله انسان های نیکو قرار داده باشه. دوستی نزنین، باز هم در ماه مبارک رمضان قرار داریم و خوب است که موضوعات رمضانی داشته باشیم. درست است؟ دوستا کم کم دیگه رمضان هم تمام میشه، درست است؟ و در اواخر کم کم دیگه خواب ما زیاد شده. شخصا خودم همیشه در طول روز یک قسم خواب آلوده هستم، یک قسم تو گیج هستم، بی انرژی هستم. پس امروز چه خوب است که در مورد خواب در رمضان با هم دیگه صحبت داشته باشیم و
سوالات داشته باشیم تا بتونیم بفهمیم که در رمضان ما خواب کنیم نکنیم، یا چقدر دیر باید خواب کنیم، از طرف روز چند ساعت باید بخوابیم یا هیچ نخوابیم. ببینیم که خانم کاظمی عزیز که امروز کارشناس برنامه ما هستن چه گفتنیایی برای ما شما دارن. خب بس اول بریم طرف مهمان برنامه ما که خانم کاظمی مهربان هستن. سلام علیکم خانم کاظمی، خیلی خوش اومدین در برنامه، ان شاء الله که جور صحتمند باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکارایتون که زحمت میکشین و هم تو بیننده های خوبه برنامه شما که نوجوانا و کودکای و جوانای ما بلی. شما هستن و سلام خاص دارم خدمت او عده از نوجوانای ما که دخترای که امسال روزه برشان واجب شده و بچه هایی که امسال روزه برشان واجب شدن و اولین سالایشان هستن که روزه میگیرن. انشالله که خداوند و اونا اجر و پاداش زیادتری بده. انشالله که خداوند روزه و نماز همگی ما را قبول کنه. انشالله که در ماه مبارک رمضان تا این روزایی که سپری شده استفاده خوبی را کرده باشیم و از جمله کسایی باشیم که خداوند ما را دوست داشته باشه. خب خانم کاظمی، قبل از اینکه بریم طرف خود موضوع برنامه که خواب در رمضان هست یا خواب زیاد در رمضان هست، میخوام یک سوال از شما بپرسم. خواب در رمضان و خواب در غیر رمضان، این که 11 ماه دیگه، برشان چه تفاوتی است؟ میشه برای ما بگید؟ من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم خوبه که یک مقدمه بگیم که بله بفرمایید. بیننده هایی که ششتن برنامه ما و شما رو میبینن، به خصوص اونا که برنامه خودشان مخصوص برنامهشان هست، یعنی کودکای ما، اونا راحت تر بحث را درک کنن. کل رفتارهای انسان ها متفاوت است. بله. در ماه رمضان یک نوع رفتار، در غیر ماه رمضان یک نوع رفتار. بله. و ای از نظر از این است که ما بگیم خب در ماه رمضان مثلا راست را میریم، در غیر ماه رمضان کج را میریم. نه. از نظر کنش های درون خود ما. بله. در ماه رمضان، اما تو که از نامش معلوم است که میگیم رمضان، یعنی روزه میگیریم و خود را نگه میداریم. بله. از نظر کنش درون ما و واکنش هایی را که نشان میدیم، خود را سعی میکنیم یک کمواری سمال کده و به اصطلاح با احتیاط را بریم. بله. در غیر ماه رمضان شاید این توجه را نداشته باشیم. لذا وقتی میایم در خود رفتارهای خود توجه میکنیم، مثل گپ زدن، راه رفتن، خوردن، خوابیدن، نشستن و سفر کردن و همه طور کل رفتارهایی که در روز با اون مواجه هستیم، پس وقتی در ماه رمضان می یک طوری خاص‌تر میشه و منظم‌تر میشه. در غیر ماه رمضان شاید این توجه را نداشته باشیم. حالا پاسخ شما، خواب هم به همین منوال هست. بله. در ماه رمضان از نظر وجود طبیعی ما شاید بعض وقتا نیاز بیشتر پیدا بکنیم به خواب. بله. که شاید گرسنه باشیم، اگر به خصوص اونایی که سال اولشون است روزه میگیرن، پدر مادر توصیه میکنه در بین روز مثلا به خصوص چاشت که نماز را خوندن، میگن برن یک ساعتی بخواب. بله. که راحت تر شوی چون بدن استراحت کنه. بله. این از نظر خود طبیعت وجود آدم. در غیر ماه رمضان شاید ترکایی نباشیم. بله. در بین روز شاید هم حتی کودکان زیاد نخوابند، ولی خانواده ها معمولا یک ساعت را برای خواب تنظیم میکنن که برای زیکی اونایی که طفلایی که صبح مکتب هستن نان میخورن، یک کمی استراحت باید بکنن که باز سرحال شوند، باز بخزن و درسای خود برسن. حالا در ماه رمضان خود اینمی خوابیدن، با اینکه می خوابیم که وجود ما یک کم انرژی بگیرن و نیروی ما تجدید قوا شود. بله. اون ماندگی های ما برطرف شود. از نظر معنویت اینمی خود خوابیدن یک ارزش خاصی داره. بله. وقتی که میگه مؤمن، در روایات داریم از معصومین علیهم السلام که میگه وقتی مؤمن در روز میخوابه، اینمی خواب از اینمی مؤمن هم برش عبادت حساب میشه. بله چقدر خوب. حالا فرق نمیکنه این مؤمن میخواه کلان باشه میخواه خرد باشه. بله. و خصوص که اونایی که هنوز روزه برشون واجب نشده، برای بسیار تمرین کردن خودشون بعض روزه ها را خانواده میگه که روزه بگیرین. بله. ما در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت از حضرت پرسیدن در رابطه با روزه کودکان، اونا گفتن طفلایتان را از 5 سالگی و اگر ضعیف‌تر هستن از 7 سالگی عادت بدین که کم کم روزه بگیرن.
روزه به تناسب سن خودشان. بعد پرسیدن این روزه به تناسب سن چیست؟ گفتن اینا میتونن مثلا ساعاتی از روز را نخورن و نیاشامن، که خانواده ای را توجه داشته باشن که به ایشان یاد بتن و این خودشون تمرین میشه کم کم. مثلا میتونن روزای اول را، دوم را، سوم را، مثلا در دهه اول مثلا یک روز بگیرن، باز یک روز دیگه بگیرن، گاهی وقتی مثلا صبح یک دو ساعت را روزه بگیرن، مثلا صبح یک سه ساعت را بگیرن، یا بعد از ظهر تمرین کنن. این عادت میشه براشون و خود اینمی روزه رو وقتی میگیره شاید او طفل احساس خستگی بکنه و شاید بره مثلا یک نیم ساعت یک جایی دراز بکشه بخوابه. برای اون ازم هم اینمی خواب عبادت حساب میشه. حالا چی برسه برای کسی که روزه کامل گرفته و کلان است یا نوجوان است، روزه برش واجب شده، یا حتی اونایی که روزه برشون واجب نشه، بعض روزهای ثوابی رو مثلا روز 19، روز مثلا 21، روز 23 یا روز ولادت امام حسن مجتبی، اینا را چون روزهایی است که خیلی ثواب داره، یا روز 27، اینا چون روزهایی است که خیلی از نظر معنویت خیلی اجرش بسیار بالاست، خانواده ها سعی میکنن که مثلا اطفال را وقتی میگیم تربیت دینی اینمی اینجا عملی میشه. اینا رو میگن که آل روزه بگیرین شما، بعد خب میرن میخوابن، اینمینایی که میخوابه عبادت براشون حساب میشه، لحظه لحظه اینمی خواب براشون عبادت میشه. اما ما خیلی یک چیز رو بگویم که این دیگه یک خواب بسیار طولانی نشه، چون باز خواب طولانی هم برای جسم کسل کننده میشه و مشکلات رو به وجود میاره. بله خانم کاظمی، تا جایی که ما میکم معلومات خواندیم، میگه اگر ما مثلا بیشتر در طول روز بخوابیم، مثلا اگر در روز یک ساعت دو ساعت اگر بخوابیم خیلی خوب است برای صحت ما. اگر خدا نکرده مثلا 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت بخوابیم، ممکن است وقتی از خواب بیدار شیم کسل باشیم، گنگس باشیم، سردرد باشیم، شاید بیخی بی‌حال و بی‌انرژی باشیم. اتون نیست وقتی ما خواب هستیم فرض مثال تمام بدن ما آرام باشه، اصلا فعالیت نکنه. وقتی ما خواب هستیم هم بدن ما فعالیتش انجام بده، مثل قلب ما، گردی ما، ریه های ما، همگی ما میتونه که انجام بده. پس بعض اوقات ممکن است که حتی در وقتی ما بیدار هستیم هم اینا بیشتر فعالیتشون انجام بده. پس دوستای ما میتونه که در طول روز بیشترشون نخوابن، یک ساعت دو ساعت بخوابن، بشه خیلی خوب است. بهترین زمان خواب در طول روز، دو تا زمان را در نظر گرفته که حتی برای کلانم خوب است دیگه، که مثلا کسای خوب که وظیفه ندارن بیرون در داخل خانه هستن، در بین این ساعت یک مقدار بخوابن. بهترین زمان مثلا صبح از 11 تا 12 را بگیم. حالا یک زمان مخصوص نزدیک ظهر است که اگر به صورت مثلا 10 دقیقه یا 15 دقیقه، بله، که بهش به اصطلاح از نظر چیز میگن خواب قیلوله، یک خواب بسیار کوتاه، قلیل یعنی کوتاه، بله. 10 دقیقه الا 15 دقیقه اگر بخوابد تمام کسالتایی که در وجود است برطرف میشه. و بعد از ظهر وقتی که حالا چون ماه رمضان است دیگه نان خوردن اینا نیست، همی که نماز را خواندن یک به صورت یک 15 دقیقه، 20 دقیقه، حالا اطفال شاید یک ذره وری زیادتر بخوابن، شاید یک ساعت نیم ساعت بخوابن، ولی از این طولانی نشه. چرا؟ چون جسم موتورکایی که وقتی فعالیت میکنه تمام استراحت جسم به خوابیدن نیست. بله خانم کاظمی، صحبت های خیلی زیبا و شیرین دلنشین دارین. اگه حال اجازه بتین بریم با هم یک میان برنامه. خوب است. دوست نزنین میریم با هم یک کارتون زیبا میریم و دوباره با ما باشین. هرگاه بنده هنگام خوابش بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان میگوید به تعداد نفسهایش تا صبح برایش حسنه بنویسد. برای دوستای نازنین، حتی خواب ما، وقتی که ما شب خواب میکنیم، حتما نام خدا رو به زبان ما جاری کنیم تا اینکه تا صبح وقت خوابم هستیم برای ما ثواب و عبادت محسوب شود. اگرچه رمضان باشه یا بغیر رمضان باشه، پس ما بتونیم که در بغیر رمضان هم همچنان چیکار کنیم؟ عبادت کنیم و حتی خواب ما برای ما عبادت شود. دوستای نازنین، بریم طرف ادامه صحبت های خانم کاظمی که درباره زمان خواب در رمضان بود که مثلا در کدام ساعت روز باید بخوابیم. یکیش گفتین از ساعت 12، ساعت 11 تا 12 بخوابیم برای ما خوب است، و دیگه بعد از ظهر ساعت چند باید بخوابیم؟ بعد از ظهر مگر بس، البته خویی برای تمام زمان هست، بله، برای ماه رمضان بهتر است. بله.
میتونیم بین ساعت یک تا دو. چون زمان است که آدم غیر ماه رمضان مثلا نان خورده، نماز را خوانده، بعد یک کمی بدن نیاز داره که بخوابه. حالا اون کسی که روزه دار است بین این ساعت مثلا از ساعت یک به بعد دیگه اون انرژی که در بدن است داره به صورت کم شدن میره. حالا تا چاشت انرژی هست، ذخیره است، ازش استفاده میشه، ولی بعد از ظهر تقریبا انرژی ها کم شده میره. لذا پس نیاز است که کسی که روزه داره، حالا چه کودکای ما شماست چه کلان است، یک کمی قدری استراحت بکنه که بتونه بدنش مثلا تجدید قوا کنه، یعنی پس همون انرژی خود پس بگیره و یک کمی راحت تر و آسوده تر شود. اما اگر اینی خواب باز بسیار طولانی شود، وضعیت جسمی رو خراب میکنه، مشکلات به وجود میاره. و خود اینی خواب تنها بر زمان خواب برای روز نیست، باید شب رو هم ما زمان خواب خود رو تنظیم بکنیم، به خصوص برای کودکان. برای کودکان حداقل مثلا حالا دیر را که در نظر بگیریم تا 9:30، یعنی باید بین ساعت 8:30 تا 9:30 بخوابند دیگه کودکان. اگر زود دیر شود شاید کارشون پرن نشه. دیگه مشکلات به وجود میاد. متاسفانه پدر مادرها توجه ندارن، تلویزیون روشن است، برنامه هاست، و یا بعضی خانواده ها اصلا غیر ماه رمضان غذای شام بسیار دیر پخته میکنن و دسترخوان دیر انداخته میشه، طفل تا میخوره بلافاصله میره در بستر خواب. و خود اینمی که معده غذا به اصطلاح پر است و سنگین است، خود خوابیدن شاید گاهی وقتا مشکلات را به وجود بیاره. بعض غذاها اگر سنگین باشه مشکلات سنگینی معده زیادتر شوه. پس لذا بهتر است که ما غذای شام را اونقدر زیاد دیر نخوریم در غیر ماه رمضان. ماه رمضان خوبه دیگه، افطار است، کلگی همزمان افطار میکنه و تا ساعت مثلا 8:30 الا مثلا 9:30، حالا خیلی طولانی شوه الا 9:30، اطفال راحت هستن، بازی میکنن و معدهشان سبکتر میشن و میره به سوی استراحت. و اگر به اصطلاح شیر یا چیز را وقت خواب استفاده میکنن و او راحت جذب بدن میشه. اما اگر از او دیرتر باز بخوابه باز خودش مشکل زا میشه، به خصوص که اگر بعضی اطفال عادت دارن وقت خواب یک گلاس شیر میخورن و دیرتر بخوابن و خواب آلودگی میشن و مشکلات صحی براشون به وجود میره. و از نظر حالا چرا به اصطلاح اسلام میای روی هر چیز تاکیدات داره، تاکید این را بفهمیم. اگر اسلام هیچ برنامه ای را برای مسلمان ها در نظر نمیگیره، تاکید رویش نمیکنه، مگر اون برنامه برای وجودش، خانوادهش، فرد، جامعه فایده داشته باشه. بله. روی معنویات خوابم وقتی تاکید میکنه، میگه خواب مؤمن در ماه رمضان عبادت است، چرا؟ چون میخواهی که همه خستگی که در وجود مؤمن هست برطرف شود. و اگر خوابی این بعضی تو فکر نکنه که من روزه دارم باید بشینم دیگه کلش عبادت کنم یا کلش نماز بخونم یا کلش مثلا قرآن بخونم یا کلش، نه، هر چیزی را به اندازه. بله. هیچ وقت دین اسلام اینقدر توجه به وجود مؤمنین و مسلمان ها داره که هیچ چیزی را افراط و تفریط نمیکنه. بله. اسلام در همه چیز میانه رو است و توجه خاصی را داره. آیه سری قرآن داره میگه لا یکلف نفسه الا وسعها، میگه ما شما رو تکلیف نمیکنیم مگر اون چیزی که توانتان باشه. بله. پس فرزندای ما، دخترای ما، بچهای ما که برنامه ما رو میبینه باید دقت بکنن در هیچ چیزی اسلام زور نمیکنه. چرا دیده میگه وقتی کودکایتان تا سن 7 سالگی است به ساعت ها او رو وادار کنن روزه بگیره، نمیگه به روز وادار کنین. بله. به ساعت ها. بله. لذا به جور به صحت انسان ها توجه خاص داره. خواب هم یک قسمتی است که صحت بدن رو باز میگردونه. حتی برای بزرگسالا میگه بزرگسالا هم حتما اگر خیلی مشغل کاریشون زیاد است حتما 6 ساعت را در شب بخوابن. بله. که یعنی ایتو نشه که بیخی خواب خود را از دست بتن. چرا؟ چون وجود نیاز داره، باید تجدید قوا کنه. حالا اون شبای احیایی که میشینن خب او یک چیز استثنا میشه، جداگانه است که اون شب مخصوص عبادت است. و در چیز داریم در روایات که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اطفال رو اول شب میخوابوندن.
بله. در شبای احیا. بله. اول میخواباندنشان یا بعض وقتا حتی دیگر وقتی میشد به اونا میگفتن که یک مقدار برن بخوابین که کم خوابی در شب برتون به وجود نیاد. اول شب هم میخواباندن بعد نزدیک به سحر بیدارشان میکنن. بله. که به اصطلاح شب زنده‌داری رو به اونا بیاموزن. بله. اتو نبودن که کل شب را بیدار. چرا؟ چون میفهمیدن که وجود اطفال او قدر توانایی نداره که صبح بتونه خودا کنترل کنه. بله خانم کاظمی، چقدر صحبت‌های خوب زیبایی دارین و دوست ما درباره اینه که در روز مثلا در چه ساعت باید بخوابن فهمیدیم. خانم کاظمی، کم کم رمضان هم رو به پایان هست و انرژی های ما هم که رو به پایان شده، کم کم انرژی ما خلاص شده و ما در طول روز در این روزها بیشتر خواب آلوده هستیم، قسم کسل هستیم و چی باعث میشه که ما قسم خواب آلوده باشیم؟ البته خب علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. اولین علت شاید خود بدن مریض باشه، یعنی از نظر بله. صحی سالم نباشیم. بله. لذا بدن کسل است. هرچی هم که بخوابیم بازم که بخیزیم بازم بدن کسل است. بله. علت دوم خب چون ماه رمضان است یک کمی شاید علت گرسنگی باشه و مشکلاتی که در معده ایجاد میکنه که از نظر طبی هم شاید بعضی مشکلات ایجاد شه. بله. و علت سوم هم بدآموزی خود ما هست، یعنی تنظیمات خواب ما به هم خورده. لذا وقتی در روز چرا ما یک چیز را داریم، چرا خداوند شب را برای استراحت قرار داده؟ بله. چون فعالیت های بدن در روز زیاد است، کار میکنیم به خصوص اطفالیسون به دووسون بازی کنن ای کنن، لذا شب برای استراحت کو جگر بتونه کار خود بکنه، قلب بتونه کار خود را بکنه، گرده ها فعالیت خود را انجام بده، ترشحات معده بتونه فعالیت خود را انجام بده و از نظر صحی بدن را به سوی سالم شدن بکشانه. بله. لذا شب برای استراحت شده. اینی وقتی شب اطفال دیر میخوابن، ساعت 11 میخوابن، 12 میخوابن، بعضی اطفال تا 12 شب بیدار هستن، برنامه کودک سری میکنن، بعضیا مثلا بازی ها در خانه پدر مادران، اما تو که پیشترم گفتم نان شب دیر میخورن، وقتی نان شب 10 بجه خورده شوه او دیگه تا 11 بجه او طفل چه رقم بره بخوابه دیگه، حتما یک بازی میکنه یا پدرها دیر میه. پس لذا عامل های مختلفی داره خود خواب آلودگی، ولی یک عاملی که مهم است زیاد خوابیدن است. بله. در طول روز مثلا بعضی اطفال عادت داره، ما والدین میگه خب حال که مثلا مکتبش بعد از ظهر است چرا ای را از خواب بخیزانم، یا مثلا کار نداره چرا ای بخوابه، یا روز جمعه است باید بخوابه. بله. ای خود اینمی که دیر میخوابنم ای خودش بدن را کسل میکنن. دیدین تا ساعتها اطفال وقتی میگه خمیازه میکشن، فاجعه میکشن و دست خود ددان خود میگیرن و دستای خود به حالت کشیده کش میکنن و این علت و نظاموست که این دیر خوابیده. بله. پس اینمی را باید والدین، این به عهده والدین است، والدین تنظیم بکنه برای اطفال، نه کم خوابی بده، چون اطفال حداقلش باید 8 ساعت راحت بخوابه. بله. یعنی 8 ساعت خواب را والدین برای اطفال تنظیم بکنه، از او بیشترش باز کم ورید به صحت مضر است دیگه، کم کم شاید مشکلات را به بدن به وجود بیاره. حالا تا بعض اطفال البته بستگی به سنین داره، اطفالی که سنینش خردتر است تا بین مثلا تا نزدیک 7 سال اونا را حتی تا 10 ساعت مثلا 9 ساعت هم میگن بخوابه، پس اینا رو باید توجه بکنن. من میخوام در 3 تا جمله امیگه به خود جنبندی بکنم که راحت تر خانواده ها متوجه شن. یکی، زمان خواب را باید تنظیم بکنیم. بله. اطفال چه زمانی بخوابه، چه زمانی از خواب بیدار شه. دوم، در طول روز باید یک زمان خاصی را برای خواب اطفال خود در نظر بگیریم، الا ولا باید اون زمان را در نظر بگیریم که صحت بدن بهش برگردانده. و سوم، توجه بکنیم از نظر غذاهایی که شب درست میکنیم غذاهای سبکتری باشه که اطفال معدهش راحتتر، چون معده اطفال به اصطلاح ضعیف‌تر است، اطفال راحت بتونه معده اون غذا را هضم بکنه و صحت طفل ما برایش داده شوه و اطفال بتونه راحت برخورد بکنن. بله، تشکر خانم کاظمی. پس ما فهمیدیم که خیلی علتهای زیاد داره که ما در طول روز خواب آلوده باشیم و یک قسم بی‌حال و گنگس باشیم. پس ما حال علتهایش فهمیدیم. خانم کاظمی، اگه اجازه بدین بریم با هم یک میان برنامه، باز یک سوال دیگه میکنم. خب. دست نظری میریم با هم یک میان برنامه، دوباره با ما باشین، برمیگردیم.
دوستان عزیز، در بخش آخر برنامه خیلی زیاد خوش آمدین و انشالله که تا این لحظات از برنامه خودتان لذت برده باشین و چیزای خوب رو با هم دیگه یاد گرفته باشیم. خانم کاظمی عزیز بر ما گفتن که علتایی که ما در طول روز خواب‌آلود هستیم و بر ما گفتن درست است. حالا میخوایم سوال دیگه ما این است که چگونه میتونیم این مشکل ما رو حل کنیم، یعنی که در طول روز دیگه خواب‌آلود نباشیم؟ اولین راهکاری است که ما در شب به ما حد نیاز خوابیده باشیم. بله بله. چون اگر به همون حد نیاز خوابیده باشیم دیگه وقتی صبح از خواب بیدار میشیم خواب‌آلود نیستیم. بله. دیگه راحت میخیزیم، اگر مکتب ما صبح کیست راحت سون مکتب خود میریم، و اگر که به اصطلاح مکتب ما نیست به کارهای دیگه خود میرسیم، مثل در سایه خود میخوانیم یا به پدر مادر خود کمک میکنیم. بله بله. ببخشید. پس نیاز است که در این مرحله هم خود کودکا توجه بکنن، هم و هم خانواده ها باید توجه بکنن، یعنی ساعت را مشخص بکنن که اطفال روی امو ساعت مخصوص برن بخوابن و هر کاری که دارن بانن برای صبح. و راهکار دوم ایست که در صبح وقتی از خواب بیدار میشیم یک ساعت را مشخص کنیم برای صبح خود، یعنی صبح هم ایتون نباشه که تا ساعت 10 بخوابیم یا به اصطلاح بسیار خواب طولانی کنیم تا 9 بخوابیم. خودی از این خواب آلودگی در روز حداقل تا 4 وضعیت آدم نرمال میکنه تا او حالت از آدم از بین بره. و راهکار به اصطلاح سوم ایست که ما بتونیم خود معده، گاهی وقتای معده مشکلات از نظر صحی داره و این سبب میشه که آدم در طول روز خسته باشه، مثلا هرچی که بازم بخوابی بازم تا فکر کنی که وجودت نیاز داره که بخوابی. پس باید دقت بکنیم، اطفال هم باید توجه بکنن. حالا شاید بعضی از خانواده بگه خب اطفال چطور معده خود توجه بکنه، اونا خود نمیتونن این کار رو بکنن. چرا؟ میتونن. اونا میتونن که مثلا از این چیزایی که در بیرون فروشی است مثل مرچک و مثلا پفک و چپس و اینا چیزایی که زیاد بدت خورم نیست، مثل زیاد خوردن ککاو یا خوردن به اصطلاح خودمی چیزای تند، اینا را کنترل کنه. حالا ما نمیگیم که اید نخورن نه بخورن، ولی به حد نیازی، مثلا اگه یک روز یک چیز را استفاده کردن باز یک 4 روز 5 روز بعد از اون استفاده بکنن. خود این زمین وقتی زیاد استفاده میکنه خود امی نوشابه چون گاز داره بر معده بسیار مضر است و این سبب میشه که گازهای معده خودش ترشح بکنه و وقتی گاز بالا میآید احساس اطفال مثلا احساس خستگی میکنه، شاید احساس درد کنه و درد احساس کنه با پشت خود و این خودش خواب آلودگی میاره برای اطفال. پس این میرم باید خود اطفال هم کنترل کنن که از هر چیزی زیاد در طول روز استفاده نکنن، یا تو اونایی که روزه میگیرن نه بله. مثلا غذا نمیخورن، بله. اشتیاق ندارن، یا یک چیز را وقتی روزه خود افطار میکنن، کسی که سال اول روزهشان از سال دومشان است باز وقتی که روزه را افطار میکنن مثلا نوشیدنی نمیخورن، مثل که مایات بخورن، مثل آب بخورن، یا مثلا چای بسیار کم رنگ بخورن، یا از شربت و اینا استفاده بکنن، از اینا استفاده نمیکنن، زود میرن پشت همون چپسک و اینا، و این سبب میشه که اینا غذا نخورن. بله. وقتی غذا نخورن معده خالی است و در طول روزم اینا کسل هستن دیگه، چون گشنه میشن، خود گشنگی کسلی میره. پس نیاز است که راهکار سوم ما بتونیم، راهکار چهارم بود، ما بتونیم حداقل خوردن خود رو هم کنترل کنیم. حالا چه کلان هستیم چه خورده هستیم، اطفال از هر چیز خوردن باید پرهیز بکنن و کلان هم از غذای بسیار چرب و اینا پرهیز بکنن که در روز صحتشان کامل باشن و راحت بتونن به اصطلاح مقابله بکنن با او خواب آلودگی. و راهکار پنجم ایست که بیم خود ما خود عادت بتیم. بله بله. بعض کارا به دست خود ماست، ما گاهی وقتا خود ما خود عادت نمیتیم و منتظر هستیم که دیگران برای ما بر، و نداشتن برنامه سبب میشه هر وقت دل ما شد برم بخوابیم، هر وقت دل ما شد بخیزیم، خود ازی سبب میشه که در طول روز همیشه نیاز پیدا بکنیم که بخوابیم، چون یک روز اگر این کار را بدون برنامه انجام بتیم روز دیگه این تکرار میشه و این سبب میشه که ما در طول روز خواب آلوده باشیم و همیشه کسل باشیم و همیشه خمیازه بکشیم و همیشه اتو جایی رو نیاز داشته باشیم که دراز بخوابیم. نه، پس یک برنامه منظم و مرتب را داشته باشیم و هیچگاه با مشکل دچار نمیشیم. بله خانم کاظمی، تشکر میکنم از شما، صحبت خیلی زیبا و شیرینی داشتین برای دوستای ما و برای ما همچنان.
و انشالله که دوستای ما همچنان بتونه که از پرخوری جلوگیری کنه و از خوردن شیرنی باب زیاد و چربی های زیاد جلوگیری کنه تا اینکه بتونن در طول روز خواب آلود نباشن و همیشه صحتمند باشن. دوستای نازنین، این بود از برنامه امروز ما. انشالله که چیزای خوبی را درباره خواب در رمضان و بغیر رمضان با هم دیگه یاد گرفته باشیم و بتونیم زندگی ما با برنامه باشه و خواب ما منظم باشه و خود ما همیشه صحتمند باشیم. انشالله که از برنامه چیزای خوبی یاد گرفته باشیم. تشکر میکنیم تا لحظات با ما بودین. تا برنامه بعدی شما را به خدا یکتا میسپارم. همیشه شاد و موفق کامیاب باشین. خدا نگهدار.